در رابطه با نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران توسط دولت دونالد ترامپ، دکتر ولید فارس، مشاور سیاست خارجی آمریکا، با العربی یک مصاحبه انجام داده که بخش‌هایی رو می‌بینیم. سفیر جان بولتون واضح جداً انه هذه النظريه كانت نظريته حتى قبل ان ياتي الى الاداره وهي نظريه الرئيس. دکتر ولید فارس می‌گوید جان بولتون قبل از رسیدن به منصب مشاور شورای امنیت ملی آمریکا نظریه لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران را در سر داشت. همکنون نیز در دستگاه های اصلی دولت ترامپ که مهمترین آنها شورای امنیت ملی است و جان بولتون مسئولیت آن را به عهده دارد، این نظریه وجود دارد. این نظریه خود دونالد ترامپ هم هست. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم بارها و بارها گفته که با این نظریه موافق است. اکثریت کنگره هم با این نظریه موافقند، ولی در میان بقایای باراک اوباما بعضی لابی ها هستند که منافعشان در این است که در ایران هیچ تحریمی وجود نداشته باشد. البته اینها از بقایای باراک اوباما هستند. دکتر ولید فارس در پاسخ به این سوال که رژیم ایران تهدید کرده در صورت لیست گذاری منافع آمریکا را تهدید خواهد کرد گفت این بخشی از جنگ روانی است که سران رژیم ایران بسیار در آن کار کشتند. هذه جزء من الحرب النفسية التي اجمالا يعني القيادة الإيرانية جيدة جدا فيه. يعني تكلم سپاه پاسداران نمیتواند بگوید من تمامی فعالیت هایم را در کشورهای حوزه خلیج فارس متوقف میکنم. معلوم است در چنین شرایطی باید به جنگ روانی متوسل شود. دکتر ولید فارس افزود کشورهای اروپایی اغلب خواهان ادامه توافق اتمی با رژیم ایران هستند، ولی تلاش میکنند دونالد ترامپ را قانع کنند که میتوانند فشار زیادی را روی رژیم ایران بیاورند. این معادله کنونی است. اروپایی ها و به طور خاص فرانسوی ها و آلمانی ها بر این تمرکز دارند که بر سر برخورد با رژیم ایران زمینه هایی برای همکاری با آمریکا وجود دارد و تصمیم دارند که تا دورترین مرزها هم بروند. در درجه اول موشک های رژیم ایران است و با چشم پوشی نسبت به توافق اتمی می خواهند که موضوع موشک های رژیم ایران را مهار کنند. موضوع دوم تروریسم این رژیم است و سوم توسعه طلبی های رژیم در منطقه است. حمایت رژیم ایران از گروه های تروریستی و اینکه رژیم ایران در پشت عملیات تروریستی پاریس بوده باشد یک تهدید بزرگ برای توافق اتمی رژیم ایران است.